سرخط خبرها. استقبال طالبان از مجوزهای امریکا برای تسهیل ارتباط مالی با افغانستان. یک عضو طالبان: حکومت مورد نظر جهان فاسد شمول و غاصب شمول است. مجاهد: برخی کشورها به زودی حاکمیت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. طالبان از جامعه جهانی 20 ماه فرصت خواست. جبهه مقاومت ملی افغانستان برای جلب کمک ها لابی استخدام کرد. و بررسی تشکیل دولت در تابعیت از سوی اعضای جنبش مقاومت افغانستان. باید خدا به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم چینل را سابسکرایب کنید. استقبال طالبان از مجوزهای امریکا برای تسهیل ارتباط مالی با افغانستان. طالبان از مجوزهای تازه وزارت دارایی امریکا برای تسهیل ارتباط مالی با افغانستان استقبال کرد. محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در توییت به نقل از عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نگاشته که طالبان از اعلام تازه امریکا استقبال میکند. وزارت خارجه طالبان گفته که امیدوارم تمام کشورها و سازمانهای بین‌المللی از جمله امریکا مناسبت با طالبان را تقویت کند و کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان ادامه بدهند. امریکا روز جمعه با کاهش محدودیت‌های تحریم طالبان برای تسهیل ارتباط مالی با افغانستان دو مجوز عمومی را صادر کرده است. وزارت مالی ایالات متحده در اعلامیه گفته است که مجوز نخست به دولت امریکا، سازمان‌های غیر دولتی و شمار از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و برقراری ارتباط مالی با طالبان یا شبکه کنی را می‌دهد. یک عضو طالبان: حکومت مورد جهان فاسد شمول و غاصب شمول است. شهاب الدین دلاور یکی از اعضای ارشد طالبان با تاکید بر اینکه دولت این گروه همه شمول است گفته است که حکومت مورد نظر جهان فاسد شمول و غاصب شمول و اختطاف شمول است. طبق اطلاعات منتشر شده و این گفته ها را شنبه 3 میزان در مراسم معرفی سرپرست وزارت صحت عامه بیان کرده است. دلاور گفته است جهان خواستار حکومت همه شمول در افغانستان است، اما حکومت مورد نظر جهان فاسد شمول، غاصب شمول و اختطاف شمول می باشد. او بر همه شمول بودن حکومت طالبان تاکید کرد. دلاور در ادامه این گفته های خود افزوده است که طالبان خوان روابط نیک با امریکا و سایر کشورها هستند. او اطمینان داده است که از خاک افغانستان هیچگاهی علیه کشورهای دیگر استفاده نمی شود. از تسلط طالبان بر کابل یک ماه در روز می گذرد، اما تا اکنون هیچ کشور حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناخته است. ذبیح الله مجاهد: برخی کشورها به زودی حاکمیت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید به زودی برخی کشورها حاکمیت این گروه را به رسمیت می‌شناسد. او گفته است که طالبان برای به رسمیت شناختنی خود به دبیرکل سازمان ملل و برخی از کشورها نامه فرستادند. مجاهد علاوه کرد که به زودی روند شناسایی طالبان آغاز می‌شود. او بر رادیو آزادی گفته است با کشورهای مختلف روابط داریم و نمایندگانشان نیز آمدن و با ما دیدار کردن. حق افغانان است که به رسمیت شناخته شوند. یک نامه هم به سرمنشی سازمان ملل متحد هم فرستاده ایم. به چندین کشور هم تاکید نامه فرستاده شده است. امیدواری وجود دارد که روند به رسمیت شناختن آغاز شود و روابط دیپلماتیک تامین شود. از تسلط طالبان بر کابل یک ماه در روز میگذرد، اما تا اکنون هیچ کشور حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناخته است. سخنگوی طالبان روشن نکرده که کدام کشور حاکمیت این گروه را به رسمیت خواهند شناخت، اما حاکمیت قبلی این گروه از سوی چند کشور محدود از جمله پاکستان به رسمیت شناخته شده بود. طالبان از جامعه جهانی 20 ماه فرصت خواستند. سرپرست وزارت اقتصاد طالبان از جامعه جهانی میخواهد که قبل از هر گونه قضاوت درباره کارکرد این گروه با آنها 20 ماه فرصت بدهد. با گزارش اسپوتنیک، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد در دولت موقت طالبان گفت که جامعه بین‌المللی باید 20 ماه قبل از قضاوت در مورد حکومت طالبان به ما فرصت دهد. انام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان به نقل از حنیف در صفحه تویتر خود گفت بگذارید جهان به ما 20 ماه فرصت بدهد و سپس قضاوت کند که آیا موفق شده ایم یا نه. و گفته ای وی
طالبان برخلاف دولت قبلی از جهان تقاضای کمک نمی کند. وای گفت که جامعه بین المللی به مدت 20 سال به دولت قبلی افغانستان کمک کرده است. ما نمی خواهیم که جهان به ما کمک کند. ما می خواهیم قبل از قضاوت درباره ما جهان به ما فرصت دهد. جبهه مقاومت ملی افغانستان برای جلب کمک ها لابی استخدام کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان یک شرکت را در امریکا برای پیشبرد منافع در ایالات متحده استخدام کرد. با گزارش سپوتنیک، روبرت رئیس این شرکت در این باره گزارش داده است. او گفت وظیفه ما برای جبهه مقاومت این است تا به امریکا بفهمانیم که برای مقابله با طالبان تجهیزات نظامی ضروری است. وای تأکید کرد که گروه طالبان یک گروه تروریستی و رهزن است که نمیتواند حاکمان قانونی افغانستان محسوب شود. مدیر این شرکت افزود که طالبان اگر مناطق را گرفته باشند اما ذهنیت و قلب مردم افغانستان را نگرفتند. رئیس این شرکت از دولت امریکا خواسته است تا طالبان را به رسمیت نشناسد. وای افزود که ایالات متحده همیشه از کسانی که برای آزادی و دموکراسی تلاش میکنند حمایت کرده است و بنابراین معتقد است که در نهایت امریکا تجهیزات جنگی را برای احمد مسعود برای شکست طالبان فراهم میکند. احمد مسعود نیروهای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر رهبری میکند. او پس از سقوط کابل به ذره پنجشیر رفت. هرچند جبهه مقاومت و طالبان در ابتدا وارد مذاکره شدند اما پس از شکست مذاکرات طالبان حملات خود را به پنجشیر آغاز و سپس چندین روز دیگر اعلام کردند که این ولایت را به صورت کامل تصرف کردند. نیروهای مقاومت ملی اما میگویند که پنجشیر به صورت کامل سقوط نکرده است و مقاومت ادامه دارد. بررسی تشکیل دولت در تابعیت از سوی اعضای جنبش مقاومت افغانستان. رهبران جنبش مقاومت مسلحانه مخالف گروه طالبان در بیرون از افغانستان میخواهند دولت تشکیل بدهند. با گزارش سپوتنیک به نقل از ایسنا، با استناد از فارین پالیسی، بنابر گفته های چند مقام پیشتین ساکن خارج از افغانستان، سیاستمداران شامل وزیران و نمایندگان پارلمان در زمان دولت سرنگون شده افغانستان و همین طور چهره های ارشد ارتش در کشور تاجیکستان همسایه افغانستان حضور داشته و به دنبال جلب حمایت مالی و نظامی با هدف تقویت گروه رسمی مخالفان افرادگرایانه که در تاریخ 15 اگست افغانستان را در کنترل گرفتن هستند. یک مقام امنیتی ارشد پیشین افغانستان که نامش را فاش نکرد گفت مقاومت شامل سه دسته کلی است. حامیان جبهه مقاومت ملی متعلق به امرالله صالح و احمد مسعود، افسران و جنرال های سابق نیروهای امنیت و دفاع ملی افغانستان و همین طور مقام های ارشد وزارتخانه های کشور و دفاع، دولت سابق و سوم، وزیران سابق و معاونان وزرای سابق. مذاکرات در مراحل اولیه قرار داشته و این گروه هنوز از اتحاد ایدئولوژیک برخوردار نیستند. با گفته منابع نزدیک به جنبش آنها، نمایندگی گروه ها و دسته های قومی و مذهبی مختلف افغانستان عام از سنی، شیعه، پشتون ها، تاجک ها، ازبک ها و هزاره ها هستند. برخی بازیگران مهم از جمله جنگ سالاران و واسطه های قدرت قومی ها از خارج از تاجکستان با این فرایین همکاری می کنند و انتظار می رود برخی آنها به زودی به این کشور جا به جا شوند. اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان هم که خروج ناگهانی اش مذاکرات مربوط به تشکیل دولت در تابعیت نیست، او هم همکنون به ابنای تعداد از حامیانش از جمله حمدالله محب مشاور امنیت ملی سابق در امارات متحده عربی به سر می برد.